امروز برنامه شفا و آزادی به طور زنده از دالاس پخش میشه با شرکت کشیش کامیل عزیز که مهمون ما هستند. من مهمون شما هم یا شما مهمون شما؟ همیشه صابخونه این. خدا رو شکر برادر عزیزم، چقدر خوشحالم که اینجا هستی. من واقعا افتخارمه بیام توی دالاس پیش شما عزیزانم و پیش تمام عزیزانی که الان امشب دارین برنامه رو میبینید در ایران و اروپا، و خوشحالیم اگر ساعت 10 شب به وقت ایران بدونین پخش زنده است، چون این برنامه ها تکرار خواهد شد. ولی امشب من به جای نادره عزیزم کشیش هرمز عزیز دارم. مجبور شدی دیگه اومدی دالاس، همسرتو نیاوردی؟ نه خب همسرم خیلی گرفتار بودن، چه گرفتاری خوب البته. ولی خوشحالم بعد از سالا باز دوباره کنار هم دیگه هستیم. یک سال شد البته شما تشریف آوردید در سال، ولی من یک سال طول کشید. اصلا درست نیست. سال‌ها خداوند رو در کنار هم خدمت می‌کنه. یه 20 چند سالی داره به 30 میرسه. ولی از تلویزیون هم سال‌ها با هم هستیم که شروع کردیم. خداوند این افتخار رو داده در کنار شما خدمت کنیم. از شما خیلی چیزها یاد گرفتیم. امروز هم من قلم کاغذم آوردم. شما درس عزیزان برنامه شفا دارم ازیتش میکنم. من اومدم به پیش شبانم، میخوام امروز آزاد شم. ببینید فکر نکنید من دعا میکنم یا نادر جان دعا میکنن، ماها همه میگیم باید آزاد شیم، با خودمونم باید آزاد شیم. اومدم پیش شبانم، من افتخار میکنم. میخوام همه عزیزانم بدونید که شرمز عزیز نشونشون بدید عزیز منو، که شرمز عزیز شبان من هستن. افتخار میکنم. درسته سنشون از من، سن جسمانیش از من کمتره، کم همچین هم زیاد زیادم نه. خب ولی بزرگتری باید به حرفت گوش کنم دیگه. من درمیان باید سلام کنیم. ولی از نظر واقعا روحانی منو مبارک کردن، نادره رو چقدر، و افتخار میکنم. اینم نمیگم که شما رو جلال بدم، واقعا میگم به اینکه کار خدا تو زندگی ما از طریق شما بوده، اثر گذاشته، و هر چیزی رو هم که الان خدا به ما داده در کلیسای ایرانیان به خاطر این واقعا بینش یا اون ویژنری بودن که شرمز، و من افتخار میکنم برای این رویایی که خدا به ما داده، به شما داده، و که شرمز این رو به ما انتقال داده و ما میخوایم اون رو دنبال کنیم. ایران ایرانی باید نجات پیدا کنه، باید آزاد باشه، باید در پیروزی زندگی کنه، و میبایست طوری باشه که هر کی به ما نگاه میکنه مسیح رو در ما ببینه. بس این برنامه برای کسایی است که قلبتون رو دادید به مسیح. ولی اگر این برنامه رو باز کردید و دارید نگاه میکنی و هنوز قلبتون ندادی، بدون مسیح دنبال قلب توه و میخواد وارد قلب و زندگیت بشه. امروز هم ببین مسیحا راجع به مسائل زندگیشون چجوری صحبت میکنن و چقدر آزادیم برو این بابت که سختی هامون رو بگیم، مشکلاتمون رو بگیم، ولی چون میدونیم راه حل ها وجود داره. پس با ما باش و گوش بده. فکر میکنم خداوند برات برنامه عالی داره. جالب، شما چند هفته است که در کلیسا راجع به تبدیل صحبت میکنی و ما هم چند هفته است رو تبدیل صحبت میکنیم و یه عبارت میگیم که یادم میاد تبدیل یا تعدیل. آره، و امروز هم میخوایم راجع به همین صحبت کنیم. زندگی های ما باید عوض شه، ردخور نداره. باید وقتی با خدای زنده، با اون قدرتش، با اون محبتش روبرو میشیم، باید تغییرات مثبت تو زندگی ما بیاد. باید از چیزهای کهنه و چیزهایی که زندگی ما رو خراب میکنه آزاد شیم، و شفا آزادی یعنی همین، و بتونیم چیزهای خوبی که خدا برای ما داره، برنامه آینده و برکاتی که برای ما داره، اونا رو بچسبیم. هر دو با هم میاد. آزاد شدن یعنی گرفتن، ترک کردن یعنی دریافت چیزهای جدیدی که خدا برای ما داره. شفا آزادی فقط این نیست که حالا حالم بهتر شد، که میشه در غم و افسردگی و شکستگی که هستی وقتی خدا میاد شفات میده، قلبتو جسمتو شفا میده، اینا رو میده، ولی باعث میشه مانعها برداشته بشه که بتونیم برکات خداوند رو بگیریم طوری که در این دنیا تاثیرگذار بشیم. تبدیل یعنی من نه تنها تبدیل میشم، بلکه عامل تبدیل برای زندگی دیگران و همش هم برای نیکوییه. خدای نیکو. این که اگر از شما بپرسن، شاید این برنامه ها رو خیلی دیدید، شبکه 7 رو میبینید، از شما بپرسن چرا خدا به روی زمین آمد، اگر اومد جوابشو داری. دو تا دلیل بزرگ. یکی اومدن، من اومد، خداوند اومد که منو نجات بده، منو از گناه نجات بده، من از جهنم بیرون بیاره، من از اون تسلط شیطان آزاد کنه، اومد من از بدبختی بیرون بیاره، از غمهام آزاد کنه، و او پرداخت کرد، او اومد جریمه رو داد، هر جریمه‌ای که رو من بود او داد. پس اگر ازتون بپرسن چرا خدا روی زمین اومد، به این دلیل اومد. ولی دلیل دومش جالبه. دلیل دومش اومد که یک الگو عالی باشه برای اینکه من شبیه او بشم و من تبدیل بشم، من و شما، تا بتونیم یکدیگر رو مثل مسیح محبت کنیم، یکدیگر رو مثل مسیح بپذیریم.
و این مسئله تبدیل کیش هرمز چقدر خوبه خداوند نه تنها الگو به ما داده. اگر عزیزان دارن برنامه رو میبینن بعد بگن خب من قبول ندارم عیسی خدا و خداونده نجات دهنده نیست، ولی وقتی شخصیت زندگیش رو میبینن که چقدر الگو عالیه، شیفته شخصیت عیسی میشن و هر کی هم که واقعا یه عقلی داره، به قول معروف داره فکر میکنه، یه منطقی داره، میگه من حاضرم مثل مسیح بشم. بله. و این تبدیل رو خدا میخواد در ما ایجاد کنه و فقط اگه من بگم بله میخوام، روح خدا میاد و خود خداوند همونجوری که تو فیلیپیان فصل 1 آیه 6 میگه اون کاری که در ما شروع کرده به کمال میرسونه. بله. و خودش میخواد بکنه و این همینه که میگید ما شروع کردیم مسئله تبدیل شخصیه، بعد مسئله تبدیل روابطاست. ما روابطا واقعا باید ایران ایرانی و به خصوص کسایی قلبتون رو مسیح دادید میواز عوض شیم، یاد بگیریم چگونه با همسرمون رابطه درست داشته باشیم، با بچه هامون، با برادر خواهرای جسمانی، با برادر خواهرای روحانیمون، اونهایی را که خدا به ما داده به عنوان خانواده الهی کلیسا، اینا رو باید یاد بگیریم تبدیل بشیم، اون چیزهای قدیمی رو نداشته باشیم. و همین که شما در دو ماه آینده ما راجع به تبدیل فرهنگ صحبت میکنیم. بله. در کلیسا میخواستم امروز یه مقداری هم از این مطالب رو شما برای ما باز کنید، مطالبی که فرهنگیه. بله. خیلی چیزهای خوب داریم، مطالب واقعا از نظر اصول فرهنگی ما خیلی چیزای عالی داریم. بله. ولی یه سری بندها هم داریم در فرهنگمون، یه سری مسائل فرهنگی داریم که دستبالمون رو میبنده، نمیذاره نه شبیه مسیح بشیم و نمیذاره حتی رابطه هامون درست باشه. همینطوره، وقتی خداوند زندگی ما رو عوض میکنه باید تو هر حوزه زندگیمون ما عوض بشیم. بعضیا ما فقط اجازه میدیم، میگیم خداوند تو قلب من عمل کن و خب میاد عمل میکنه دیگه، از افسردگی، از غم، از اعتیادها آزاد میکنه. و بعد اگه بگی خداوند حالا رابطه های منم شفا بده، رابطه منو همسرم، رابطه من با دیگران، اون موقع اونو انجام بده. ولی اگر نگیم، این نکته خیلی کلیدیه، چون بعضیا به مسیح ایمان میاره ولی هنوز رابطهش با همسرش خرابه، هنوز با خانوادهش مشکل داره، هنوز سر کارش مشکل داره و بعد میاد میگه که خب من به مسیح اومدم، چرا زندگیم عوض نشده؟ چون تو عوض شدن زندگی اینه که فکرهای ما و روش‌های ما عوض شه. بله. می‌خوای رابطت با همسرت عوض شه، تو نمی‌تونی همون کارهای قدیمی، همون فکرهای قدیمی رو داشته باشی بعد رابطت با همسرت درست بشه. باید فکرها و روش‌ها عوض بشه. و خیلی چیزها رو راجع به فرهنگ صحبت می‌کنی، مسئله فرهنگی اینه که بعضی فکرها اینقدر در ما ریشه گرفته می‌کنیم و خودمون حالیمون. بله. نیست. درسته. مثلا ازدواج به مسیح ایمان آوردی، بعد میگه چرا ازدواجم درست نشد؟ برای اینکه تو همون روش ها، همون فکرهای قدیمی تو آوردی، همون فکرها و همون روش ها رو انجام بدی، البته همون نتیجه رو میگیری، حالا به مسیح هم ایمان آوردی یا نیاوردی، همون فکرها، همون روش ها، همون نتیجه. حالا باید عوض شیم، حالا باید فکرهای ما عوض شه، بندهای فرهنگیمون باید آزاد شیم، چون دست و پای ما رو بسته، خودمون هم حالیمون نیست، آزاد شیم تا بتونیم اراده خدا رو انجام بدیم. بله، چقدر همون مسئله فرهنگ رو حداقل باز کنیم امشب راجع به چی صحبت میکنیم. اگر سلایدی داریم نشون بدن که واقعا فرهنگ چیه، فرهنگ چیه. اگر میخوایم بگیم نگاه کنید، در کتب خیلی نوشته شده فرهنگ میگن یک اثراتیست از باورهای ما، اثراتیست از هنر ما، دانش ما، فلسفه ها، مذاهب، اخلاقیات و همه اینها جمعاً میشه اون فرهنگ ما. و اگه بخوایم واقعا بگیم من این فرهنگ ایران چیه، فرهنگ ایران از اثرات خود حتی مذاهب ما بوده که توی ایران بوده و این هنری که داریم، این ادبیاتی که داریم، دانشی که ما باور داریم و بیشتر رو باورها و افکاری که گفتید، افکاریه که به عمل تبدیل میشه، عمل همینجور ادامه پیدا میکنه، میشه عادت، عادت جزء تار و پود زندگیمون میشه. بله. و میشه فرهنگمون. بله. برای همین حتی سیاست ها فرهنگ یک کشوری رو میتونه فرم بده. بله. تمام اون باورهایی که من و شما داریم و چیزایی که بهش داریم زندگی میکنیم میاد و میبینیم بقیه هم دارن این کارو میکنن، ولی همش مثبت و عالی نیست، بلکه بعضیاش خیلی دست و پاگیره، بعضیاش رابطه ها رو میشکنه، بعضیاش باعث میشه که ماها رو از حتی کشورهای دیگه جدا کنه، یک سری تعصباتی رو به وجود بیاره، یک سری احساس برتری ها بکنیم. اینها
در موقعی که قلب اونه به عیسی مسیح میدیم میبایست از زندگیمون بره و اون فرهنگ آسمانی و اون فرهنگ که زیباست بر ما قرار بگیره. البته این رو که میگم فکر نکنیم ما ایرانی ها همه فرهنگ اون قلب خیلی قسمت های عالی داریم و یه چند تا نکته هم ما نوشتیم اون چیزهای خوب و اگر بذارید که عزیزان ببینن واقعا یکی از اون خصوصیات خوب فرهنگی ما مهمان نوازیه. چقدر ما واقعا ایرانی ها هر جا حتی خارجی ها وارد ایران میشن اینو متوجه میشن که چقدر مهمان نوازن، چقدر واقعا خونه هاشون بازه. یه نفر که میاد خونه شما واقعا سنگ تموم میذارید. این سنگ تموم گذاشتن یکی از خصوصیات عالی فرهنگی ماست. یا رو احترام که شرموز مثلا به فرزندان به پدر مادرها بله. چقدر احترام میذارن و این دوست داریم بمونه، یعنی نباید از ایران بره بیرون. چیزای خوب رو نگه داریم، چیزای بد رو که مخربه رو کنار بگذاریم، بعد بهتر و بهتر هم میشیم. بله. مسیح نیومد که، چون بعضی ها فهم میکنن مسیح مثلا فرهنگ مسیحی میاد همه چیز رو خراب میکنه. اصلا نه، چیزهای خوب کلام خدا میگه همه چیزهای نیکو از آسمانه. خودمون هم حالیمون نباشه یه چیز نیکویی در یه شخص میبینی خدا رو هم قبول نداره، اصلا ضد خدا، اصلا ایتیست، یه چیز خوب درش میبینی خودش هم حالیش نیست، خدا بهش داده. چیزهای خوب از خداست، پس اونا چیزهای خوب رو نگه میداریم. آن چیزی که باعث ضربه زدن، باعث خرابی و پاره شدن روابط، پاره شدن و خرد شدن شخصیت ها، تضعیف جامعه، تضعیف خانواده میشه، همه اینها از خدا نیست و هیچ کدوم از خدا نیست. خدا میاد میگه اینها رو عوض کنید. میخوام ما با یه برنامه داشتیم راجع به مسائل داخل حتی کلیسا که بله. به خاطر اینکه ضعف‌های فرهنگیمون رو وارد کلیسا میکنیم حتی تو کلیسا هم مشکلات داریم. صد در صد. و یه فکر ممکنه غلط حتی خود ماها که مسیح رو پذیرفتیم اینه که فکر می‌کنیم فرهنگ مسیحی یک فرهنگ خارجیه. از غذا نیست، فرهنگی است که در میدل ایست، در خاورمیانه به وجود اومده، ولی دل خدا، فکر خدا، عشق خدا، حتی احساسات خدا باهاش عجینه. و موقعی که میبینیم این فرهنگ رو و این فرهنگ رو برای زندگیمون قبول میکنیم و طبق اون زندگی میکنیم، مثلا میبینیم زندگی عوض میشه. برای همین میخوایم اون فرهنگی رو داشته باشیم که خداوند به همونجور که شما فرمودید گفتن خدا نیکوست. نیکویی فرهنگ عالی رو میخوایم بیرون بیاریم. و درسته، خب اون چیزایی که غلطه و بعدم هست باید مواظب باشیم و اونها رو از زندگیمون خارج کنیم. آمین. ولی خارجی نیست، بلکه مال خداست و مال ماست و مال ایرانی هست. آمین. خب قبل از اون که حالا یه مورد رو شما مطرح کنید میخوام یادآوری کنم که با فیسبوک در تماس هستیم. الان جلوی من هست، شما میتونید به فیسبوک شبکه 7 برید، در این صحبت ها شرکت کنید. بعضیاتون میخواید زنگ بزنید با ما صحبت کنید، بعضیاتون رو فیسبوک میتونید سوال کنید یا نظر بدید و من این رو خواهم خوند و اگر سوال جواب خواهم داد، اگر نظر مطرح خواهم کرد. پس برید روی فیسبوک شبکه 7 تو قسمت مسیج و پیغام خصوصی نظراتتون و سوالاتتون رو بگذارید، در طول برنامه صحبت خواهیم کرد. بله، همینجوری هم اگه خواستید عزیزان تلفن ها بازه. من که شرموزو خلاصه گیر آوردم و نمیذارم جایی بره، اگه هر سوالی دارید ازش بکنید. و راست شوخی، منم میخوام در طول مسیر دعا کنم از خیلی چیزام آزاد شم. برای همین اومدم اون موقع میگفتم برید نزد کشیشتون دعا کنید براتون دعا کنه. ما نزد خداوند میریم ولی نزد یکدیگر اعتراف میکنیم به اون چیزهایی که زندگیمون رو دست و پاگیره و نگرمون داشته. برای من جای خوبی هستم، من اینجا جایی هم که میتونم به راحتی صحبت کنم، کسی منو قضاوت نمیکنه چون میدونم خدای منو دوست داره، شبانم منو دوست داره، همینجور شما منو دوست دارید. پس عموما خیلی راحت هستیم وقتی میدونیم کسی دوستمون داره، به راحتی میتونیم صحبت کنیم، به راحتی میتونیم دردامونو بگیم، به راحتی میتونیم مشکلاتمونو بگیم و از یک قسمت و یک بندها و یک سختی ها آزاد بشیم و وارد مرحله دیگه بشیم. پس اینجا خونه منه و شما هم خیلی ممنون ما رو دعوت کردید بیایم منزلتون. آزاد باشید، تلفن بزنید حتما اگر مسئله ای تو فکرتونه و شاید شما میبینید یک نکاتی در فرهنگ ما هست که خوبه اون رو بررسی کنیم و از زندگیمون بیاریم. رو البته من لیست خیلی طولانی دارم، حالا یکی دو موردش رو بگو روش کار کنیم. من قول میدم روش کار کنم. شما بگین رو من کار کنید که داریم یه لیست کوتاهی رو نوشتیم از آزادی از فرهنگ‌های غلط. اگر لطف کنن عزیزان اون اسلاید رو برام بگذارن میتونیم باز کنیم. اگه دوست داشتید هر کدوم از اونا خواستید شما اضافه کنید به ما بگید و راه حل‌ها رو هم به ما یاد بدید. ما می‌خوایم، دوست دارم راه حل‌ها رو از شما بشنوم.
یکی از اون چیز هست، من لیستشو گذاشتم، تعارف، دروغ‌های مصلحت‌آمیز، عادت کردیم باهاش، تظاهر کردن. البته خب اینا تو فرهنگ‌های دیگه هم وجود داره. آبروداری، آبروداری به عنوان نه که ما باید بی آبرو باشیم، نه، آبروداری از ترس. خالم چی میگه، عمم چی میگه، مردم چی میگن، و یا تمسخر و متلک و هم خیلی واقعا مسخره میکنیم حرفامون رو مستقیم نمیزنیم. بله. تو جوک و تو مسخره، ولی تو لفافه، تو پیچیده، منظورمون فلانی خودش هم میدونه. بله بله. آره. دخالت و حتی خب ناراحت نشیم، میگیم فضولی، عادت کردیم، اینا عادته، اینا مثل نقل و نبات، البته غیبت ها هست، همه اینا هست، و حرف زدن ها که واقعا غیبت ها مثل نقل و نبات، میشینیم توی جاهای مختلف صحبت میکنیم و این دیگه با ما اومده. لیست من خیلی دارم، ولی دوست دارم از شما بشنوم، شما بگید چی هست و چه جوری و راه حلاش چیه، که ما به عنوان یک مسیحی، که شما خیلی مهمه، ما به عنوان الان یک نسل جدید مسیحی در ایران به وجود اومده و در حقیقت در این 10 سال اخیر تعداد زیادی به عیسی مسیح ایمان آوردن و ماها مسلمان زاده ها و ایرانی هایی هستیم که با یک سری مسائل فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی بزرگ شدیم و اومدیم وارد ملکوت خدا شدیم و یک سری چیزها، حقیقتها رو میشنویم، باورها رو میشنویم، برامون خیلی سخته بتونیم اونها رو با چیزهایی که داریم، افکاری که قبلا داشتیم، خودمون رو آزاد کنیم. باز دوباره اونو میاریم وارد کلیسا میکنیم، میاریم تو بدن مسیح، تو رابطه هامون میکنیم، و اونهاست که مثلا یکی از اونها تعارف هاست. تعارف ها یه مخالفش اینه، البته تعارف خوب، احترام بذاریم به هم، ولی بعضی تعارف ها اصلا دروغه، یعنی من دلم نیست من به شما تعارف میکنم، و اونها از واقعا ریشه دروغ داره، ریشه داره که من دارم یه چیزی رو به شما نشون میدم، تظاهر میکنم، حالون که دلم نیست. اینا باید از ماها یواش یواش بره. من چیزی که خیلی میبینم و خیلی هم دلمو میشکنه، تظاهره. یعنی خود شما شبانید، میخوای زندگی مردم عوض شه، میخوای مشکلاتشون رو بدونی، کمکشون کنی، نه اینکه تو سرشون بزنی، نه اینکه تأخیرشون کنی. عنوان شبان ما مسائل رو میبینیم ولی شخصو خرد نمیکنیم، چون خدا خرد نمیکنه. ولی مردم میان کلیسا بهترین خودشون. یکی میگفت میدونی این مسئله هست، میگم نه، یک شنبه ها میبینم همه عالی، بهترین مسیحیان جهان روزهای یک شنبه هستن، ولی دوشنبه چی؟ یک شنبه میاد کلیسا بعد میگه بیا ببین طرف دوشنبه چه کار میکنه، یک شنبه ات قشنگه. ما حتی مسیح هم که ایمان میاریم، میریم در کلیسای خانگی یا در کلیسای ساختمانی بهترین خودمون رو میبریم، مسائل رو مطرح نمی کنیم. حالا اگه با کسی مشکل رابطه ای داریم، مطرح نمی کنیم که حل بشه. اگه به ما برخورده، دلمون شکسته، از یکی ناراحتیم، مطرح نمی کنیم. تعارف، خوشامدگویی، بوس، بله، تا آخر جلسه کلیسایی هم همه چی عالیه، مشکلات بیرون، حالا میزنه بیرون، این با این مشکل داره، دعوا داره. مسئله تظاهر، بله، خیلی زیاده. بله. حتی در ایمان مسیحی ما خیلی تظاهر میکنیم، اون چیزی که نیستیم رو نشون میدیم، مشکل داریم ولی در بیرون بهترین مسیحیان هستیم. عموما اینجوریه که من میترسم حرفمو به شما بزنم یا بیام مسائل حل کنم یه چیزی، و میترسم از اینکه قضاوت بشم، میترسم از اینکه الان مردم برای من چی میگن، میترسم که طرد بشم. یه سری ترس ها در ما وجود داره که همش وابسته به دیگران ده و چجوری دارن منو زیر چشم یا زیر ذره بین گرفتن، بعد مجبوریم این کارا رو انجام بدیم، حالا که خدا میخواد اون ترس ها رو برداره، میخواد اون افکار رو برداره، مثلا راحت زندگی کنیم. ولی باشه که حتی اگه شخصیتمون هم هنوز درست نیست، که ماها یه شبه که کامل نمیشیم، تا موقعی که به آسمان بریم یک زندگیه، یک مسافرت روحانیه، ولی هر روز باید بهتر و بهتر بشیم، هر روز باید آزادتر بشیم. جالب اینه که ما میخوایم اینا رو قایم کنیم، وقتی قایم میکنیم و یه جایی میایم که من بدونم برادرم هرمز که دوستمه، عزیز منه، من قضاوت نمیکنم، اگه یه چیزی هم ببینه میخواد منو بنا کنه، بعد اون موقع من میتونم رابطه رو برقرار کنم. ولی عموما موقعی که وارد میشیم در یه مجلس کلیسایی، برای مجلس که دور هم جمعن، همه مواظبن که یه بار این چیزی که من دارم رو نفهمن، چون حتما یه دست روش میذارن، حتما یه کاری انجام میدن، بعد برای همین مسئله تظاهر پیش میاد. مثلا اینکه من نشون بدم آن چیزی رو که نیستم،
میخوام نشون بدم به شما که مقبولت باشم، میتونم رابطه برقرار کنم. حالا که اگه از اول بیام این رابطه محبت رو برقرار کنم، بگم من به شما احترام میذارم، میدونم شما من احترام میذاری، من بهت میخوام مثل مسیح محبت کنم، شما مثل مسیح منو محبت کنم و میخوام بهت اعتماد کنم، وقتی اعتماد بهت میکنم و شما به من اعتماد میکنی، رابطه سالم میشه و نیازی به من نداره که من تظاهر بکنم. بله، بعد رو راستی به اینه که به هم دیگه اعتماد داشته باشه. بله. چون اینم گاهی آدم رازش رو به یکی دیگه میگه، بعد اون طرف سوء استفاده میکنه، یا به دیگران میگه، یا به عنوان تهدید میگه، مثلا اگه اینو پخش میکنم. اگر اون اعتماد باشه بعد میتونیم با هم رو راست باشیم. بله. این تظاهر یه حالت، من حس میکنم حالت به اصطلاح حفاظت از خود داره. بله. یعنی میگی من خودم رو باز کنم ضربه میخورم. درسته. و اگر حرف دلم رو بزنم رابطه قطع میشه، یا طرف بهش بر میخوره از من عصبانی میشه، یا حرف دلم رو بزنم نسبت به من بد فکر میکنن. یاد گرفتیم حرفای دلمون رو نگه داریم، تظاهر رو داشته باشیم. یه حالت اینه که از خودم محافظت کنم، از رابطم، از خودم، از شهرتم حرفامو نمیزنم. خب این ریشه‌ای که در ماها مسیحی ها میتونیم پیدا کنیم و این ریشه رو حل کنیم، و یکی ریشهش هویت عزیزان. وقتی هویت خودمونو در خداوند بدونیم و بدونیم خدا ما رو کی میبینه، چه جوری به من نگاه میکنه، منو کی خطاب میکنه و چقدر عاشق منه و چقدر این رابطه برای او ارزشمنده، موقعی که خودم از چش خدا میبینم و این هویتم رو تشخیص میدم، دیگه لزومی نداره حتی برای همسرم، برای بچه‌هام چیز دیگه ای نشون بدم، و چه برای فامیلم، چه برای دیگران، چه برای کلیسا و چه برای دنیا، اگر بدونم کی هستم. البته و بدونم کیم و در فروتنی عیسی مسیح بپذیرم و حتی غرور نداشته باشم که از اون طرف یک سری غرورها بیاد بیرون، یک سری خودنمایی‌ها بیاد بیرون، یک سری خودپرستی‌ها بیاد بیرون از ما. وقتی بدونم هویتم چیه، مسئله تظاهر رو میتونم روش کار کنم. اگه نه، ریشه‌اش اینه که نمیدونم کیه. ریشه‌اش اینه که من نمیدونم چقدر عیسی مسیح به من ارزش گذاشته، چقدر برای او ارزشمند هستم. اینو بدونیم که شخور مزمن فهم کنم، مسئله تظاهر کم 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 میره، چون من لزومی نداره بر شما نشون بدم کی هستم، حالون که خداوند تو چش خداوند میدونم کی هستم. بعد عادت میکنم و شما هم اون موقع عادت میکنید. اگر شما وقتی شما در اون شخصیت روحانی خودت، شخصیتی که خدا میدونه، باور داری، دیگه برات راحته، لزومی نداره. حتی من یه چیزای خیلی خوب از شما دیدم و واقعا بگم، راحتی شما و راحت صحبت کردن شما باعث میشه کسی که باهاتونه زیاد فکر نکنه الان کیشورمز داره اینو از رو قصدی میگه. داره نه واقعا خیلی من اینو افتخار میکنم با شما دارم. آی کیو من انقدر بالا نیست که کامان جدی میگم، من فکرم انقدر پیچیده نیست که بخوام مثلا آی کیو تو خیلی بالاست، ولی با برنامه ریزی بگم اینو نمیگی. بگم چی بگم، نه من ساده، هر چی که هست همون. دقیقاً اینو من به شما واقعا خدا رو شکر میکنم در شما. آی کیو تون خیلی بالاست، از اونجایی که نمیدونید بدونید، اونایی که شاید نمیدونید ایشون دکترای برق دارن، از دانشگاه شریف هم اومدن قسمت لیسانسشون. آی کیوشون بالاست، ایشون رو جلال نمیدم، ولی آی کیو روحانی تن بالاست که میتونی فروتن باشی، میتونی ساده صحبت کنی. بازم میگم شما رو جلال نمیخوام، یاد بگیریم. یادگیری اینه که من بدونم کیم و دیگه انقدر بغرنجش نکنم. و شما موقعی که صحبت میکنی، همیشه من دیدم سالها که با ما بودید، همیشه حتی توی کارهای کلیساییت، کارهای بررسی مسائل کلیسایی که خیلی هم سخته، که شما خیلی ساده مسائل رو میگه، ما حالا فکر کنیم این از کجا اومده، چرا اومده، برای چی اومده، برای همین هی همیشه میگیم زیر کاسه نیم کاسه است. این دنبال زیر کاسه نیم کاسه رو اگر فراموش کنیم، بابا من هر چی بگی رو همینجوری میپذیرم. همه حرفا هم ممکنه درست نباشه، یعنی من نگم هر چی میگم او دیگه از خداست و درسته، ولی مسئله اینه که راحت بگم. بله. مسئله اینه که بدون ریا بگم، بدون شطرنج. من میگم شطرنج بازی. بله. نمیخوام بگم که الان اگه این من مهره رو بذارم اونجا، کیشورمز مهره دومش رو میذاره، پس من موضوع بشم مهره سوم. بله. اینها باعث میشه رابطه همون بغرنج بشه. یه سوال از محمد کرده که به این مسئله کاملا مربوط میشه، چون تظاهر یک نیتش از یه لحاظ خوبه، یعنی آدم فکر میکنه خوبه، یعنی میگه خب اینو مسئله رو مطرح نکنم، چون مطرح کنم دل طرف میشکنه، بعد اونم یه چیزی میگه دل من میشکنه، یعنی چون که انقدر حساسیم نمیخوایم دل بشکنیم و دل ما بشکنه، این دیواره رو قرار میدیم. حالا محمد جان در میگه که در
امثال سلیمان، این از فیسبوک شبکه هفت، عزیزانی که الان برنامه رو می‌بینید فیسبوک شبکه هفت میتونید نظر بدید، سوال کنید و ما اینجا مطرح میکنیم. و همین الان چند دقیقه پیش اومد، میگه که امثال سلیمان باب 4 آیه 23 میگه که قبل از هر چیز مراقب قلب خودت باش که زندگی و حیات از اون سرچشمه میگیره. منظور چیست؟ چطور مراقب قلبمون باشیم؟ به این مسئله تظاهر میخوره. بله صد. اینو جواب خب، چون تظاهر میگه که من نمیخوام ضربه بزنم، نمیخوام ضربه بخورم. درست. و معمجا میگه، کلام خدا میگه تظاهر نکن، ضربه خوردی تو مسئول قلب خودت هستی. یکی از جملاتیه که من باورش دارم که مسئول قلب من هستم. درسته. و دیگران نیستن که بگن قلب منو شکستن، ضربه زدن، مهم نیست، چون دنیا رو نمیتونی عوض کنی. ولی اینم نباشه که چون نمیخوام ضربه بخورم پس دیواره رو میکشم. درسته. این سیستم دفاعی بهش میگن هنوز، و سیستم‌های دفاعی رو ماها عادت میکنیم، میخوایم آدم خوبی باشیم، همونجوری که یکی شما گفتم، برای اینکه ضربه خوردیم نمیخوایم دیگه بخوریم. بهمون نارو زدن، خنجر زدن، بهمون دروغ گفتن، پولمون رو خوردن، آسیب زندگی رسوندن، تو زندگیامون دخالت کردن، غیره غیره غیره. مسیحی رو دارم میگم، ماها که میخوایم هم آدم خوبی باشیم و میبخشیم، هم میگیم بابا طرفو میبخشیم، ولی بعد از کامی دیگه از من انتظار نداشته باش باهاش رابطه برقرار کنم. اونجاست که یک دیوار کشیدیم، میگیم من دیگه برام کافیه دیگه، من ایشون رو کاری ندارم. ببین دیگه باش کاری ندارم، که در آیشان بعدم نمیگم، هیچ تلخی هم تو دلم نیست، ولی کاری ندارم، میخوام این دیواره کشیده بشه. میگم قبل از اینکه این دیوار رو بکشی اول حل کن، بذار راحت باشی باهاش، بتونی خدمتش کنی، بتونی همونی که بهت ضربه زده رو بنا کنی. بعد اگر خدا خواست فاصله بگیری جای دیگه، اون دیگه از خداست. ولی نه اینکه از اینکه چون ضربه زده و من دیگه نمیخوام این ضربه رو بخورم این دیوار رو نکش، چون اونجاست که خدا میاد و اونجاست که شرموز خدا میاد و تم محافظ ماست. اگه میگه من سپر تو هم، قلعه بلند تو هم، یعنی چی؟ اینا حرف فقط قشنگه تو کتاب مقدس. من نباید برای خودم سیستم دفاعی داشته باشم، باید یاد بگیرم اگر مسیح بود چجوری رفتار میکرد. و در ثانی اینکه میگن قلبتون رو محافظت کنید، درسته، من باید قلبم رو محافظت کنم، ولی نرم درشو ببندم. بله. کسی نیاد الان قلب من خیلی حساسه، من آدم حساسی هستم. بله. میشکنم، خب برام حساسیتم رو درست کنم. بله. من رو حساسیتم کار کنم و اونم رو باز دوباره هویت میاد. بله. بهمون بر میخوره، چقدر بر میخوره. برای همین مواظبیم یه کارای انجام بدیم که طرف کاری نکنه که من به هم بر بخوره یا رابطه‌مون بشکنه. میبایست در اون رو راستی و شفاف بودن بریم جلو. من اعتراف میکنم، من خودم که شرمز دارم به تو اعتراف، به عنوان شبان خیلی سعی کردم با یه نفر بشینم، مواظب باشم چیزی نگم که دلشو بشکنه، و مواظبت کردم اینو. بعضی وقتا میبینم چقدر طولش میدم، میخوام این مطلب نادر جان میاد میگه کامل چقدر طولش دادی، بهش میگفتی دیگه. و اونم برای من خودم بنده، من میخوام آزاد شم از این. همینطوره، با حقیقت و کلام خدا میگه با محبت بهت بگیم. گاهی هم من خودم هم این مسائل رو داشتم و دارم، یعنی دعا میکنم نداشته باشم. محبت و حقیقت با هم باعث برکت، با هم مردم آزاد. بله. میکنه. گاهی ما اینقدر محبت داریم دیگه حقیقت رو نمیگیم، بابا مشکل داری. درسته. گاهی هم اینقدر حقیقت رو داریم محبت نداریم، با این محبت با این حقیقت میزنیم نابود میکنیم، میگیم حقیقت دیگه. هر دوش لازمه، یکی بدون دیگری کار نمیکنه. باید محبت رو، حقیقت رو با محبت گفت، که همونجا تو همون نفسی ها میگه اون موقع باعث بنا میشه. و نترسیم، من اینو واقعا اینو باور دارم، برخوردن نشانه ضعف منه. صد درصد ضعف من مشکل منم. اگر به من برمیخوره مشکل من، من ضعیفم، من نمیخوام ضعیف باشم، میخوام قوی باشم. بابا من تو رو دوست دارم، هر کاری هم بکنی، فوشم هم بدی، دوستت دارم و خوبی تو رو میخوام، و تو نمیتونید، تو قدرتشو نداری دل منو بشکنی. این قدرته، هیچ کاری نمیتونی بکنی که دل منو بشکنی، فوش بدی، پشت سرم حرف بزنی، دل من نمیشکنه، هنوز دوستت دارم. این خیلی مهمه، اصلا قدرته، به قدرته. و اصلا برخوردن ریشش غروره، یعنی یه چیزی در من هست که شما دست زدی بهش، حالا من ناراحت شدم. و باید برم اون ریشه رو پیدا کنم، اون ریشه رو ببینم چیه تا بتونم آزاد شم. خواهش دارم واقعا این برنامه شماست که خودتون به وسیله کلام خدا و قوت روح به ما نشون بده، بریم ریشه یابی کنیم هر چیزی که باعث شده تو افکارمون، تو دیدمون، تو رفتارامون، تو عادتهامون، و بشه فرهنگ ما.
من تمنام استدام اینه، به خصوص مسیحیانی که در از این چند سال اخیر ایمان آوردید، مثل من جمله به خود بنده، منم هنوز 27 سالمه، هنوز جا دارم که واقعا خیلی چیزها رو یاد بگیرم، از رابطه هام یاد بگیرم، از با مردم، با همسرم، با بچه هام، با شما یاد بگیرم، به هم یاد بدیم، چیزهای خوب رو بگیم، خدای ما نیکوست و این نیکویی رو به هم انتقال بدیم. و اگر جایی میرسه که من نقطه ضعفی دارم، شروع میکنم تظاهر کردن، شروع میکنم در دروغ زندگی کردن، اینا رو با محبت به هم بگیم. که چیز قشنگ گفتی، در کتاب مقدس میگه شریعت توسط، در فصل یک یوحنا، توسط موسی به ما داده شد. شریعت رو میده که این چیزها رو بر ما مشخص کنه، که بگم من چقدر مثلا تظاهر میکنم، چقدر نمیدونم زندگیم فرق داره با شخصیت خدا، شخصیت عیسی. بعد میگه فیض و راستی توسط عیسی به ما رسید، یعنی عیسی خودش فیض و راستیه. وقتی عیسی در ما زندگی کنه و ما با عیسی مسیح یک دل بشیم، همون مسئله شما میگید با محبت حرف راستو بزنن، فیض و راستی با هم حرکت میکنه. این فیض و راستی یک فصل مشترک قشنگ داره، من دوست دارم رو اون فصل مشترک قدم بزنم. خیلی هم وارد نیستم عزیزان، خیلی وارد نیستم. من بعضی وقتا تو اون قسمت فیضه انقدر میمونم که بعضیا میگن بابا این فیض برادر کامیه. فیض برادر کامی ببخشید توهینه به من، یعنی فیض مسیح نیست، فیض برادر کامیه. من میخوام برم درست رو اون وسط خط فصل مشترک راستی و فیض قرار بگیرم. برای من دعا کنید، چون اینجا من باید آزاد شم. آمین. چقدر خوبه عزیزان. البته یه تلفن نمیدونم داریم یا ببخشید کورشان زنگ زده بودی صحبت میکردیم، میتونی زنگ بزنید و صحبت بکنیم. و ولی قبل از اون یک پیغام هست که قبلا تشویق کردن، چقدر لذت میبرم. مارتا عزیز میگه چقدر لذت میبریم که شما دوتا با هم هستید. و یه سوال میکنم، افتخار منه مارتا عزیزم، اومدم خونه برادر گلم عزیزی، خدا رو شکر. ولی یه سوال میکنه، رابطه شبانان مرد با خانوم ها در کلیسا، میگه من از این تو این حالا نمیگه چطور، ولی میگه در ایران در این رابطه ضربه خوردم. و اینم فرهنگ سازیه دیگه، یه موقعیت جدیدیه توی کلیسا، یه نفر شبانه، خودش هنوز نوعه، نمیدونه با دیگران چطور رفتار کنه، دیگران نمیدونن چگونه با شبانشون رفتار کنن، گاهی سو تفاهم هست، گاهی ضربه هست. نمونه کتاب مقدسی چیه؟ یه کسی که شبانه کلیسا هست با اعضا، به خصوص با خانم های چطور بد رابطه داشته؟ جالبه که بهترین نمونه ما عیسی مسیح شبان اعظمه و او براش زن و مرد فرق نداره، ولی چون فرهنگ رو میشناسه، خود مسیح میدونه، فرهنگ خاورمیانه رو میشناسه، چون در اونجا داشت زندگی میکرد، خدایی بود که روی زمین اومده بود. ما خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، ولی برای چش عیسی مسیح بین زن و مرد فرق نداره. برای همین روش احترام گذاشتن، محبت کردن، اعتماد کردن، قدردانی کردن، مساوات رو از چش مسیح میبینیم. اگر تو دل این قشنگ اینه که گفتن، چون بعضی وقتا ماها از نظر فرهنگی یه جوری بزرگ شدیم که خانوم ها رو درجه پایین تر میدیدن و هیچ برابری نیست. و مرد، حتی اینجوری بگم، تو فرهنگ، من بنده خودم اعترافات منو در روی این تلویزیون خیلی شنید، اعتراف موقعی که ازدواج کردم، قبل از ازدواج و خود دوران سالهای اول ازدواجم که هنوز مسیحو نمیشناختم، همسر من مایملک من بود. خیلی هم بد نبود، ناراحت نباشید، من عاشق همسرم بودم، ازدواج کردیم، ولی چون احساس میکردم مال منه. هم مایملک منه، بعد شروع میشد کنترل کردن، تقاضاهای غلط و دعواهای ما اونجا شروع شد، تا به اینکه خداوند ما رو نجات داد. برای همین حتی دید خود شبان نسبت به زن اگه عوض شه، که او برابری داره، او هم میتونه با قوت بره جلو. چون برای اینکه من فکر می‌کنم خواهر عزیزم که این مشکل رو دارید پیدا شده براتون، اینه که شاید اهمیت ندادن که زن، نقش زن در کتاب مقدس خیلی قویه. نه اینکه چون همسر من شبانه یا کشیش کلیساس این حرفا میزنم، نه، زنانی که در کتاب مقدس هستن باعث احترامن و کارهای عجیب و عظیم انجام دادن همانند مرد، ولی مسئولیتاشون فرق میکنه و در چش خدا یکسانن، ولی اون نکاتی که و مسائل رو که باید در نظر بگیرن با هم فرق داره. پس برای همین ممکنه طرز دید اون شبان باشه که با اون زن هیچ وقت اجازه نده برسه به یه جایی که میتونه بهترین اون
خانم خواهر ایمانیش یا کسی حتی همسر خودش بهترین بیاد بیرون. شاید مشکل ایشون این بوده و خود کشیشانش مرد خیلی سخت ممکنه به خاطر مسائل فرهنگی یک نزدیکی‌های خاصی با خواهران ایمانی داشته باشن که سالمه، یعنی میخوام بگم بسیار سالمه، چون ما داریم در فرهنگی زندگی میکنیم و در اجتماعی زندگی میکنیم که این احترامه که من به خواهر ایمانی با احترام رفتار کنم، ولی امکان داره نقاط منفی هم داشته. خطرناک هم هست چون از دو طرف هم خطرناک است. البته مارت عزیز اگر روی فیسبوک بتونی یه خورده بیشتر توضیح بدی شاید بهتر بتونیم کمکت کنیم، ما داریم از تجربیات خودمون میگیم، ولی یه خطری هم هست که باید هر دو مواظب باشیم. خطری که تو کلیسا اینه، یک شبان که دلسوزه، کسی که درد مردم براش مهمه، بله، بهش حرفشون گوش میکنه، و یه خانمایی که تو کلیسا میان کم کم میگم مقایسه میکنن، بله، به شوهرش. خب عادیه، طبیعیه. میگه که تو دل خودش، حالا نمیدونه این شبان هم ضعفای خودش رو داره، بله، میگه شوهرم هیچ وقت من گوش نمیکنه ولی این شبان همیشه گوش میکنه. این همسرم هم هیچ وقت دلسوز نیست ولی این شبان هم دلسوزه. بدون اینکه حتی گاهی بگه یک رابطه بگم ناسالم قلبی، عاطفی، عاطفی، عاطفیه. آره. بس به نظر خودش سالمه ولی چون عاطفی، یعنی احساس توشه، شریر سو استفاده میکنه. اگر روحانی باشه دیگه قسمت احساس نیست، قسمت منطق روحانیه. مثل برادرش میبینتش، مثل پدر بهش نگاه میکنه، ولی چون قسمت احساسات وارد میشه، چون ببینید ممکنه اون خواهر بنده از نظر شوهرش بهش اهمیت نداده، بی احترامی کرده، سختی داره، بعد میبینه از طرف شبان همینجوری گفته، اینا رو میگیره و از حد شاید پدری رد میشه، به میگه خب کاش که همسر من اینجوری بود. بعد یه احساسی ایجاد میشه که عاطفیه، به نظر خودش درسته، ولی چون میاد از احتیاجه، چون احتیاجه و احتیاجم طبیعیه، نمیشه اینو رد کرد، نه اصلا تو نباید این احتیاج داشته باشی، اونجاست که ممکنه اشتباه کنه و شریر و شیطان سوء استفاده کنه. برای همین من خیلی پیشنهاد میکنم واقعا شبانان زن باشن تو کلیسا برای همکاری مردها که بتونن تو اون قسمت ها، من خدا رو شکر، بله، چقدر خوبه زن شما اصلا کنن. واقعا مبارکم با بودن نادر جان، بله، و خواهرای ایمانیم که واقعا مثل جنرال های ایمان دور من هستن، بله، و من از این خطرها محفوظ نگه می‌دارن. نه اینکه مثلا حالا من دوست دارم محبت کنم، من دوست دارم محبت مسیح نشون بدم، دوست دارم رابطه عمیق خواهر برادری با خانم هایی که توی کلیسا هستن، ولی خدا رو شکر من یه فیلتر عالی دارم به عنوان همسرم، بله، و همیشه اون رابطه رو ایجاد میکنه، منم پشت نادره میرم و اونها ما رو همیشه یکی میبینن و این خوشبختانه بوده، در قدیمم بوده که خیلی اتفاقا افتاده. خب اون طرف قضیه رو هم بگم چون زیاده شنیدم و البته رهبران بزرگ ایمانی هم گاهی افتادن و اونم اینه، حالا اون طرف قضیه یک نفر، یک مرد حالا میخواد خدمت کنه، نیتش هم درسته، میخواد شبانی کنه، توی گروه هست، هنوز بندهای خودش رو کامل باز نشده، هیچ کس کامل نیست، و حالا توی این کلیسا یه خانومی هست که بهش احترام میذاره، تو خونه ممکنه شوهر زنش به احترام نذاره، این اونو قهرمان زندگیش میدونه، حالا شوهر زن خودش اونو قهرمان زندگی نمیدونه چون ضعفاشو میبینه، ولی تو کلیسا که ضعفاشو نمیبینه. اون خانم تو کلیسا چون به این مرد توجه میکنه، حالا میگیم شبانه مرد، حالا از این طرف هم یه دفعه مشکل، یعنی مرد این شخص هم خب تو ایران هم کلیسا داره رشد میکنه، خیلی از رهبران هنوز اون بلوغ، بله، و اون پختگی رو ندارن، هنوز اون احتیاج رو دارن، حالا این طرف قضیه هم یه دفعه بگم شبانه عاشق اون زنه میشه، بله، یعنی رابطه عاطفی رو دارن، بله، عاطفی از رو احتیاج، بله، و یه دفعه گاهی حتی به گناه میرسه، و چه در داخل ایران، در حتی رهبران بزرگ دنیا هم گاهی اینا رو نمیشه کتمان کرد، یعنی اینا نمیشه نه نه این اصلا دیگه این مرد خدا هیچ کد، نه خیلی هم خیلی راحت مرد خدا یه لحظه دستشو از عیسی مسیح برداره با کله میفته، ولی خب مسیح فیض داره و بلندش میکنه، ولی ما نمیخوایم تو این تجربه ها بیفتیم، برای همین عیسی مسیح به ما یاد داده، میگه خداوند ما رو از شریر رهایی ده، یعنی ما میبایست هوشیار و بیدار باشیم چون شیطان آماده است که از نقاط ضعف استفاده کنه، برای همین اینا رو دارین شما بیان میکنین. بله. یکی از چیزهای خوب که اینجا دنبال کنه اینه، خود پولس میگه که من خودم
مواظبم که وقتی دیگران رو هدایت میکنم خودم نیفتم. یعنی هر چقدر مرد خدا هستی بعد مواظب باشی، چون همه ما میتونیم لغزش بخوریم. و وقتی در سانیول شبانی میکردم یک مورد رو همیشه دنبال میکردم. بله. اگر یه خانوم میخواست منو ببینه شخصی با من مشورت کنه، یه جلسه میدیدم درم باز میشتم که همه چیز باشه. زیاد اینا همه چیزای فرهنگی خوبه که شما رعایت میکنه. دقیقاً. ولی گفتم یه جلسه رو، ولی وقتی مشکل رو میگفتم دیگه میسپارم دست همسرم یا دیگران باید ادامه دادن. حاضرم بشنوم، ولی ادامه دادن، چون وقتی ادامه میدی اولا تو خوب نمیتونی خدمتش کنی. درسته. مسائل خانوما رو خانوما بهتر میتونن بفهمن. ثانیاً ممکنه، حالا ممکنه از طرف شبان نشه، ولی تو داری به یه خانومی کمک میکنی دراز مدت، حالا تو ممکنه آزاد بشی ولی اون ممکنه توی بندی بیفته. بلی. پس دیگران رو وسوسه نمیکنیم و خودمون رو در موقعیت وسوسه قرار نمیدیم. شریعتی و مذهبی نمیخوایم باشیم. اینجا مسئله ریاضیاتیه، مسئله دو دو تا چهار تاست، مسئله حکمته. این نیست که حالا با این خانم نشستم حالا گناه کردم خدا منو بندازه تو جهنم. نه، مسئله حکمته. مواظب باشیم خودمون رو تو موقعیت وسوسه نندازیم. اگر مسئله از اعتیاد بیرون میای، مواظب باش جایی نرو که مشروب باشه. درسته. یا اعتیاد باشه. مسئله حکمته، مسئله مذهبی نیست، مسئله عقله. بله. این مطلب از اونجای شروع شد صحبتمون که اگر از نظر فرهنگی ما آگاه باشیم که، چون فرهنگی میگم طبقاتیه، در فرهنگ ما که از مذهبمون اومده، از شاید هم از دوران پادشاهانمون اومده، پادشاهان ما چندین زن داشتن، از تو تاریخ هم نگاه کنید در کتاب مقدس هم متاسفانه بعضی ها مثل سلیمان 700 تا 300 تا زن، 700 تا صیغه یا برعکس، نمیدونم چیکار میکرده این آقا، ولی اینا هست و اینا کاملا به ما انتقال پیدا کرده، اومده تو فرهنگ ما مونده. مثلا اگه یه مردی که 4 تا زن داره میگه باید باشه 4 تا زن، این تو فرهنگ ما گیر کرده. و مرد سالاری که مرد باید دستور بده و باید زن اطاعت کنه، متاسفانه این میتونه تو کلیسا بیاد و حتی اون شبان گیرش باشه. اون شبان باید آزاد شه، اون شبان باید، اون کسی که خادم خداست باید از این مطلب آزاد شه. اولا تو خونش آزاد شه، یاد بگیره که اگر میگن مرد سره، نه اینکه سروره، مرد سره که مثل مسیح بره پای همسر رو بچه‌هاشو بشوره و مثل مسیح جان بده، اون مرد میتونه حرکت بده و اون خونه رو جلو ببره. اینا طرز فکر، اینا طرز فکرایی که به ما انتقال پیدا کرده از پدران ما، پدران ما، و اومده بر ما نشسته و جزء تار و پود ما و فرهنگ ما شده و وارد کلیسا شده. و شبانانی که اون اهمیت رو به مسئله زن، به مسئله خدمت زن و به این که آنها چقدر ارزشمندن و در مساوات، ولی مسئولیت ها فرق میکنه. اینو فراموش نکنید، من نمیخوام اینجا باعث بشه که اشتباه کنیم. مسئولیت ها فرق میکنه و خدا اینجور آفریده. وقتی اون افراد به این مطلب باور دارن، اون قسمت غلط فرهنگی ما خیلی راحت از کلیسا میره بیرون و خواهران عزیزی که واقعا این مشکلات رو دارن در کلیساها آزاد میشن. بله. و میان جلو و کارهای عظیم میکنن و خیلی هم محفوظن. یعنی هم شخصیتشون، هم خانوادهشون، هم رابطه زندگی زناشوییشون محفوظ خواهد بود و پیروز خواهند شد. دقیقاً. پولس هم اینو در کتاب مقدس اینو هشدار میده برای وسوسه ها. به تیموتائوس میگه از وسوسه ها بگریز، از وسوسه های جوانی که مسئله جنسی و شهوانی هم هست. و بعد در همون جا هم میگه که به خانما، میگه که خانمایی که در ایمان کهنه ترید، شما به خانمای جوان برسید. یعنی مسئله بنا شدنه و هر جور که بهتری میشه خدمت کرد اینو انجام میدیم. مسئله منصوره، مسئله راستی رو صحبت کردیم، مسئله دروغ مسلط‌آمیز رو مطرح میکنه که میگه من مشکل دارم، اگر جایی بوده که من حقیقت رو گفتم مسئله خیلی هم خرابتر شده، بغرنجتر و پیچیده تر شده. آخه به ما یاد دادن اینو که دروغ مصلحت آمیز به از صلح فتنه انگیزه. این تو مغز ماست و این میگیم خب راه حله. وقتی میریم و این راه حل رو استفاده میکنیم، خب بعضی جاها بله یه چیزای حل میشه، میره فکر میکنیم حل شده. ولی اگر این مسیر رو بیستید، استاپ کنید به قول آمریکایی‌ها، بگید من از این به بعد سعی میکنم راستش رو بگم، در راستی بیستم، یه خرج داره عزیزان، راست گفتن خرج داره، خرجش رو خواهم داد برای قدم های اول.
ولی خرج نهایی عیسی مسیح داده، خرج راستی و عیسی مسیح داده. اگر اعتماد دارید به عیسی مسیح که او محافظ توست، اعتماد داری که او جانشو برای تو فدا کرده، او برای راستی ایستاده، او برای راستی ایستاده عزیزان. پنتیوس پیلاتوس ازش میپرسید راستی چیه؟ جلوش وایستاده بود میگفت راستی کیه؟ خود عیسی مسیح برای راستی ایستاد و او جان داد برای تو. پس اگر راستی برای راستی بیستی، خرجشو عیسی مسیح میده. اگه شروع کنی خرجاشو بدی، یه مقدار خرج نهایی و عیسی مسیح داده و عادت میشه و دیگه اون مسائل آسیب نمیرسونه. بعد اون شخصی که در راستی قدم میزنه سربلنده، هیچ وقت هم ترس نداره. کسی که دروغ میگه همش اینجوریه، میگه الان یهو بگم الان فکر میکنه همه هم دروغ میگه. آره اصلا اینجوریه، واقعا همینه. میگن همه به کیش خود میبینن. آره. یعنی کاملا موقعی که دروغ میگی سرت پایینه، ولی وقتی راست میگی همش اینجوری راه میری. یعنی میگه که آزادی باکت نیست. ولی نکنه الان دارم حرف میزنم با یه نفر، اصلا دیدین فرم بدنش عوض میشه موقعی که داره حرف راحت میزنه، بعد یه دروغ میگه اینجوری میشه. خب ببینید آ شما میگیری دروغشو یا نمیگیری دروغشو. آره یه ویدیو میدیدم خیلی جالب بود، یه ویدیو یه ساعته بود و یه کتابم براش نوشتن که چگونه بدونی که دیگران دروغ میگویند. کتاب نوشتن ولی ویدیو یک ساعته بود، همینا رو میگم. میگم چش نگاه میکنی، نگاه کن طرز صورتش. بعضی من یه دوست دارم باهاش میخندیم، هنوز ایمان نیورده، دعا کنید براش، این دوست من در سنوزه ایمان بیاره، خیلی با هم دوستیم. بعد وقتی دروغ میگه خودش میگه بعد لبش اینجوری میشه. یعنی من میگم عزیز اسمشو میبرم چون که داری دروغ میگی که لابیده از ترس حرف زدنه و واقعا هم اینجوریه. باید این آزاد شیم، عادت کردیم که دروغو بگیم و این دروغ اومده تو تار و پود زندگی ما، به تعارفامون کشیده، به تظاهرها کشیده، به رابطه ها رو میشکونه و فکر میگه. یعنی اینجوری میگیم، من میگم من فکر میکنم، کسی که دروغ میگه میگه فکر میکنم من راه حل رو میدانم، پس بهتره من اینجوری حلش کنم، پس با یک دروغ حلش کنم. خب اگه راه حل رو میدونی با راست حلش کن. خواهر من، برادر من، چرا با دروغ حلش میکنی؟ اگه میدونی، اگه نمیدونی هم از خدا بپرس، خدا راه حل رو و راستی رو به من و شما یاد میده. من خودم خیلی احتیاج دارم، حتی اینی که میگم به یه نفر میشینم هی طولش میدم. نمیخوای دلشو بشکنی؟ دلشو نمیخوام بشکنم. میگم ببین من واقعا دارم راستشو بهش میگم. البته اونورم هستم، بعضیا میگن خب راست میگم دیگه بود، و شما هم بله. شما هم داری در کلیسا که طرف خیلی روکه، میگه خب مگه دروغ گفتم؟ نه راست گفتی، ولی دل طرفو شکستی. پس حقیقت رو هم باید زمانی و به نوعی گفت که باعث بنا بشه. خود عیسی مسیح بارها زیر سوالش میذارن، میخوان یه چیزی بگه برای خودش و دیگران، و خیلی مواقع سوال اونا رو با یه سوال دیگه جواب میده. یعنی حکمتی میخواد. گاهی از ما سوالی میکنن که جوابش بنا کننده نیست، نه اینکه دروغ بگیم، ولی راه هست، حکمتی هست که اصلا به ریشه اون مسئله برسیم. آره یعنی این ریشه رو میاره جلو. بخوای بگی یا من راستو میگم خراب میکنم یا دروغو میگم، برو به با محبت به ریشه برسی، به جای اینکه روی شواهد رو بگم روی عوارض تکیه کنی، با حقیقت میشه بنا کرد. یکی از چیزهای حقیقی، نه فقط اینکه آیا حقیقته یا نه، یکی دیگه اش اینه آیا بنا کننده است یا نه. درسته. یعنی حقیقت رو زمانی بنا و طوری بیان میکنی که بنا کنه. درسته. اگر حقیقتی که میگی بنا نمیکنه، نگو، دروغ نگو، ولی ساکت باش، حرف نزن. من بعضی وقتا میپرسن از من یه چیزی از راجبه یکیس دیگه میگن، مثلا میخوان بپرسن، میگن خب از من نپرسید، اگه بگم مجبورم دروغ میگم که نمیخوام دروغ بگم، پس ازم نپرسید، منو تو دردسر نندازید. یه سوالایی میکنن مثلا خودمون میخوایم نگیم، خب بگید اجازه بدید اینو من با شما در میون نذارم. یعنی این قوت باید در ما باشه که در راستی صحبت کنیم. اگر نه مثلا میپرسن شما وضع مالیت خیلی خوبه ها، این تازگی ها خیلی اقتصاد آمریکا خوب شده، میگم بله خدا رو شکر خیلی خوب شده. بعد ماها ترس داریم از اینکه یه نفر به ما بگه وضع مالیت خوبه، بگه حالا یه ذره به من قرض میدی، بعد میگه نه اصلا اوضاع خیلی بده، من اصلا اوضاع زندگیم اصلا تازگی با اینکه اقتصاد خوب شده، ولی نمیدونم من کارام هنوز گره داره، که اینکه این حرفو نزنم. که شما خیلی جالب، یه جایی بودم، ایماندار بودن، البته دعا میکنم که با این عکس العمل ها عوض بشه. میگفت هر موقع خانوادم میان با من، یه خانواده، یک عزیزی داریم میاد خونه ما، اینقدر یک چیزی رو میخواد، هی از من میخواد، از اون خواهرم میخواد، از اون میخواد، هی میگه من ندارم، اینو میخوام. بعد
خواهرش داشت بهش یاد میداد که میگفتش خب دفعه بعد اومد تو همش از مشکلاتت بگو، انقدر از مشکلات بگو اون دیگه میمونه، بعد دیگه نمیتونه. میگفتم خب این که راه حل نیست عزیزم، چقدر خوبه در راستی در نیکویی بگیم. اگه کسی هم ازت یک چیزی رو خواست، تقاضایی داشت که نمیتونی بکنی یا نخواستی، بگو اجازه بده نه این کار من انجام ندم، من هنوز میتونم دوستت باشم. اگه گفت نه دیگه نمیتونی دوستم باشی، بگو باش. اگه شما به این دوستی من و شما مثلا ارزش 100 دلار داره، خب باش. بذارین در این راستی قدم بزنیم، تظاهر نکنیم، دروغ مصلحت آمیز نگیم. باشه، اینا رو باید عادت کنیم که از زندگیمون بره تا شفاف باشیم. اون شفافیت خیلی مهمه و واقعا محبت ما بی ریا باشه، دنبال تزویر نباشیم، دنبال این نباشیم حالا یه چیزی من بگم شما از من خوشت بیاد. در راستی خدا قدم بزنیم، مثل مسیح فکر کنیم، مثل مسیح سخن بگوییم، اون موقع مقبول تمام دنیا هم خواهیم شد، چون خدا محبت خودشو در دل اونها برای ما میگذاره. و این رو خیالتون راحت باشه، نه طرد میشید نه کسی دیگه میگه دوستتون ندارم، چون هر کی محبت مسیح رو حمل بکنه اون محبت مسیح جذابه، میگیره و اون رابطه هاتون هم پس درست میشه. نه ترسید که خانوادتون کنارتون بذارن، نه ترسید که دوستاتون کنارتون بذارن یا همسرت کنارت بذاره. در راستی قدم بزن، در شخصیت مسیح قدم بزن، هویتتو بدون و بدون در چش عیسی مسیح چقدر تو عزیز هستی. اینو حواست باشه. آمین آمین. این زدی دوباره به هدف که واقعا برمیگرده به اون نجات. میگه مسیح ما رو نجات داد. همینه. از همین ریشش همین نجات، اینی که تو با ارزشی، مثل تو فرزند خدا هستی. حالا مثل فرزند خدا زندگی کن، فقط شعار نده ولی هستی. وقتی خدا ما رو نجات میده از اون آشغالونی و از اون فسادی که زندگی میکنیم و به ما ارزش و اهمیت میده، دیگه مهم نیست که مردم ارزش و اهمیت داشته باشن یا نه. اون موقع با تازه میتونیم دیگران رو خدمت کنیم، اون موقع میتونیم بدون اینکه به ما بر بخوره هر چقدر هم به ما بد و بیرا بگن بازم خدمتشون کنیم. همونطور که خداوند این فیض رو عطا کرده، ما همیشه هم چیزای مثبت نمیشیم. یکی هفته پیش یعنی دو سه هفته است چند بار پیغام میذاره که شما اینید، میام آبروتون رو میبرم، اینه شما کشیشان نمیبرم کرواتی، نه از این حرفا که چه خوبه تظاهر. نه من که آقای کروات میزنم تو هم یه چیز دیگه هم بگم. عزیزان ایران یه چیزی گفتن شما خوشمون میاد چون که رو آزادی. بله یه روز گفت یه روز با جلوار جین میای یه بار کرواتی میای. دقیقاً آزادی. من اینم خوشم اومد. والا میخوام میگم تو کلیسا اگه من برم یک شنبه بدون کراوات برم مردم متعجب میشن. ما تا حالا شما رو بدون کراوات ندیدیم. میگم از کی شورماز یاد بگیرید. چقدر راحته. یه روز میکنه یه روز نمیکنه. هر موقع که باشه. ما شخصیتمون به لباسمون نیست. شخصیتمون به اون مسیح و روح خداست که در ماست. اگر من اونو دارم اون شخصی از سر جاشه، ندارم هر کاری هم بکنم با هیچ لباس شیک و مرتبی هم جلوه نخواهد بله. کرد. شارخ جان اینجا داشتیم که شارخ میگفتش که آخه من تلویزیون گاهی رفتم ولی نمیدونم بعد چی بپوشم، چون گاهی کت شلوار نمیپوشم به من میگن این لیاقتو شایسته شبانی لباس نپوشیدی. باید شبان اینطوری لباس بپوشه. نه شبانی به قلبه و اینه که به ظاهر نیست، حالا لباس خاصی است. ولی یه چیز هست که افراد ما میتونیم انتقاد بپذیریم. من گفتم یکی دو هفته خب هستن و عزیزان انتقاد میکنن، دوست داریم انتقاد بشن، واقعا دوست داریم. بعضیا از کارمندا و همکاران ما تعجب میکنن وقتی میان انتقاد به من میگن. من میگم خدا رو شکر چقدر عالی، خوشحالم. من شما رو میشناسم، بگیم بیان تو کلاس من بهشون یاد بدم که شرمز آماده است. آماده ایم. خب چون میشنوی انتقاد رو و انتقاد رو ردم نمی کنی. من انتقاد رو میشنوم، میرم پیش خداوند میگم خداوند آیا این 100% درست بود؟ گاهی که نه، اکثرا 1% درسته، همش هم غلط نیست. و چیز درسی برای من داری؟ اگر همش غلط بود میگم خداوند بهش برکت بده، اگر چیز خوبی بود توش بود خداوند اینو یاد میگیرم، بقیه‌اش هم میذارم زیر صلیب تو. اینی که آماده باشیم انتقاد بپذیریم، اینی که بهمون بر نخوره، به خصوص ما شبانان. بله شبانان گاهی از ما انتظار داره، مثل میگه این لباست باید شایسته شبانی باشه، از ما انتظار دارن که کامل باشیم بدون نقص. و بعضی از ما شبانان هم اون جستش رو میایم. بله. چون از ما انتظار دارن دیگه، تو که شبانی تو هم مشکل داری. بله ما مشکل داریم. از من روش حل مشکل رو یاد بگیر. نمیام برات فیلم بذارم، یاد میدم من با زنم مشکل دارم چجوری حل میکنم. نه. تو اون روش رو یاد بگیر. درست. نمیام بگم نه من تو خونم هیچ مشکلی ندارم. درست. و رو ما فشاری که ما
فرم و تظاهر شبانی رو بکنیم. بله بله. خب مسیح یا من به تظاهر بود. بله. روی بله. ما شبانان هست. فشاری که ما تظاهر کنیم. بله. یه چیزی رو نشون بدیم که نیستیم. حالا اون که نه خیلی راحت. من اگه بدونم در مسیح کیم، خدام چی به من داده، چی دارم، همون رو عرضه میکنم. و همیشه هم میگیم خدا رو شکر میکنم که بدونید شبکه هفت و کلیسای ایرانیان این نیست که ما یه دونه فقط تصویر داشته باشیم، این که فقط اینجا استودیو باشه. ما زندگی همون بازه به شما. شما اگر اونایی که میدونم شاید خارج هستید، رابطه به اون صورت نمیتونید بغیر از تلفن و اینترنت داشته باشید، ولی کلیساست، زندگی میکنیم با هم و همه هم میدونن بنده و ماها پرفکت و کامل نیستیم. آدم کامل فقط مسیح بود، شخص کامل، و او اومد که انسان کامل رو به ما نشون داد. ماها کسایی هستیم که در مسیر کمال داریم جلو میریم و داریم به طرف او میریم. آمین. از مرضیه میشنویم، یه دو سه دقیقه وقت داریم. مرضیه جان مرسی زنگ زدی، کوتاه از شما بشنویم. دو سه دقیقه همش وقت داریم که چطور مون؟ سلام. بله آخر برنامه زنگ زدی، زودتر زنگ میزدی. من تازه رسیدم خونه، ببخشید. بله، خیلی دارم خواست بهتون صحبت کنم. جانم کشی شما و کشی کامی عزیزم، امیدوارم که همیشه توی سایه خداوند سایه سالم باشین و سایتون بالا سر ما باشه عزیزی. بعد شما دارین از این بند آزاده سرعت رو میگین آدم چه خوبی آدم خودش باشه. اتفاقا کشی شما وقتی من خودم هستم به من سمتی میگن چقدر این ساده لغ رو چقدر ساده است، این روش نمیشه اصلا حساب کرد. در حالی که وقتی صداقت آدم داشته باشه میتونه با همه زور راحت صحبت کنه. یکی این کشش هرمز کشش کنه، یکی این که من واقعا احتیاج به دعا دارم. یه سری اصالت های حسادت اومده سراغم، بعد دقام دوستان هم اطلاف میکنم، میگم من این حسادت اومده سراغم، برام دعا کنیم. زور راست هر چی که باشه بهشون میگم برای من دعا کنیم، این اتفاق افتاده. بعد کشش هرمز شما تو برنامه‌تون به طبعا فردا میخواستم زنگ بزنم راجع به جنگ هایی که صحبت میکنیم. خب شاید من یه کشیش نباشم یا یه نبی یا یه شعبانه کلیسا نباشم، ولی من خواب و رویاهایی که خداوند تو کتاب مقدس گفته به فرزندانم میدم واقعا به من داده، به من میگه، صحبت میکنه. من میخواستم این با شما در میون بذارم، ولی میرم وقتم چقدر کمه. که راجع به جنگ ها میگی، مثلا صحبت هایی که میکنی میگه که به من برگشت گفت اول مصر، دوم سوریه، سوم ایران. بله. حالا این پیغام های خداوند چی که تو خواب به من میگه و من میشنوم، من میگم نه نبی هستم، نه میگم که کشیشم، نه شعبانم، چی نیستم، ولی واقعا مثلا اینقدر عیسی مسیح دوست دارم تا آخرین نفسم براش هستم، جونم، نفس عمرم، همه چیم، بچه‌ام، زندگیم، همه چیم. ولی خب این که آدم وقتی صداقت داره روش حساب نمیشه، ساده حساب میکنن، رو من خیلی سنگینی میکنه. بله. بعد به خاطر همین کشیش شما هم تقاضای دعا برای خودم داشتم، هم برای واقعا برای پسرم. میدونم که الان همه دارن صدای من میشنون، دارن میخواد واقعا دعا بشه برای یه سری مشکل پسرم. شریف خیلی به حمله کرده. تو اصطلاح تو یه منفذ اصطلاحات میگه ازش آزاد میشه. من که این اجازه رو بهش نمیدم، ولی دلم خواهد شما واقعا برام دعا کنی. تو من واقعا همه مسیحی رو دوست دارم، مخصوصا خود من نامبت همه رو دوست دارم، همه رو به این شکل هم نگاه میکنم چون طرف هم نمیذارم. آمین. به خاطر همین خداوند واقعا تو خواب خیلی چیز به هم نشون میده، خیلی چیز داره خواب. بله مرسی. به هم اصلا با هم در تماس باشیم، دوست دارم بشنوم خواباتو. برای پسرت دعا میکنیم و شما هم خسته خاطر نشید، گاهی طول میکشه، میستیم تا بچه هامونو بگیریم. بله. بچه های ما مال خدا هستن و دست بر نمیداریم از وعده ها، گاهی طول میکشه. برای همین خداوند میگه از نیکوکاری خسته نشید، از ایمان، از دعا، از محبتی که بهش میکنی خسته نشو، ادامه بده و بخوا و ایمان داشته باش. بچه های ما باید از ما جلوتر بزنن. برای پسرتون هم دعا میکنم. بله، فقط یه آیه خدمتت میدم، حتما برو نگاه کن و نقدش کن. هست مزمور 144 آیه 12 برای پسرت بگیر و نقدش کن، بگو چون تو گفتی خداوند انجام خواهد شد. آمین. برو برای درختی تنومند و نهالی نمویافته تبدیل خواهد کرد. بگیر فصل 144 12. کشکامیل عزیز خیلی ممنون. واقعا ممنونم. فعلا خداحافظ تا بعد عزیزان.